ما تركيا بودم يعني 15 20 روزي ميشه که از ترکیه دیپورت شدم الله دیگه نشم متاسفانه بگم بدبختانه بگم فعلا بیکار هستم خب چی وقت در ترکیه موندین ترکیه یک سال میشه رفته بودم یک سال میخواستیم گیم بریم اون طرف بخیر قسمت نبودم خب در داخل ترکیه رد شدین یا میخواستین در انگام گیم نه ما یک سال در ترکیه بودم از استانبول بودم بله یکی قیمت اینترنت، یکی ضعف اینترنت فکر نکنم که این کار نتیجه بده. البته یک نظر ما شد. اینترنت خوب هر صورت ارزانی و قیمتش خیلی وی پی سی را که ما جدا اتاق میتم و اول خب انتونی بلخ لیلی نداره ما مسافر هستیم از کندوز از کندوز آمدیم از ولسوالی امام صاحب باز که ایجا آمدیم یکی خلای خیلی مصارفی را که ایجا میگنیم با اینترنت مصرف میکنیم با اینترنت صحیح کار نمیتم همه ایتان امضا زدین نه؟ بله واه 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 امضای ما مانده برای که قلم بتن که براتان امضا بزنم بیننده عزیز تازه اینا فارغ شدن ما یک امضا براشون میزنم که جای دار یا نه؟ این اینجا موافق باشه موافق باشه بیا جمشید جان بیا کجاست خال جای خالی کجاست؟ عزیز یوتیوب چینل افغان مایک السلام علیکم و رحمت الله و برکاته امید دارم که جور و صحت و سلامت باشید امروز بعد از چاشت هوا کاملا تغییر کرد از طرف صبح هوا کاملا سرد بود بازم ما حیات الله ساخزای همراه جمشید جان امروز در خدمت شما هستیم اینجا غرب روضه مبارک است چوک مولانا جلال الدین محمد بلخی و او طرف هم خیابان مولانا جلال الدین محمد بلخی تا دروازه بلخ است امروز از اینجا گزارش میگیریم در این طرف میمنه مارکت کفایت مارکت کفایت نه میمنه مارکت کفایت مارکت خود دور است بیروبار هم است اما وسایل زمستانی فروخته میشه سر میزنیم به آنجا و همراه هموطنان عزیز ما هم صحبت میکنیم این از اینجا شروع میکنیم و همراه اعضای دل ما صحبت میکنیم بعد از او همتون میریم تصویرم برای شما میگیریم بیاین اینجا بیا 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 السلام علیکم چال دارین خوب هستین بخیر سیاست من خیر و خیرت سلامت باشین بیننده محترم خوب هست شما خوب هستین شکر خداوند بیننده را جور و صحت و سلامت همراه ما شما داشته باشد قربان شما سلامت باشین همچنان انشاءالله نصیر احمد اکبری استم از خود مزار شریف اصل جای مزل اصول چمتال است اکبری صاحب کرتی تو گرم پوشیدین که هوا صبح خیلی سرد بود والا دیگه صبح کی هم طرف که آمدیم تا اون زمین جنوب میگشتیم هوا کمی سرد بود از طرف صبح دیگه حال خدا را شکر هوا خوب است گرمی شد کمی بله اکبری صاحب مصر پیش کار بار است ما ترکیه بودم یک 15 20 روزی میشه که از ترکیه دیپورت شدیم الله دیگه نشد متاسفانه بگم یا بدبختانه بگم فعلا بیکار هستیم خب چی وقت در ترکیه موندیم؟ ترکیه یک سال میشه رفته بودیم یک سال میخواستیم گیم بریم اون طرف بخیر قسمت نبودم خب در داخل ترکیه رد شدیم یا میخواستیم در انگام گیم؟ نه ما یک سال در ترکیه بودیم از استانبول بودیم بله باز از استانبول میخواستیم سمت یونان گیم بریم در کجا ادگیر شدیم؟ از خاک ترکیه بر آمده بودیم؟ از خاک ترکیه بر آمده بودیم آمده خاک یونان بودیم یونان بودیم گرفتیم باز شما را پس آورد ترکیه؟ ما را آورد استانبول آورد با پلیس ترکیه یا استانبول تسلیم کرد؟ نه اونا اوی طرف روان کرد باز این طرف ما را پلیس گرفت در خاک ترکیه کشیدیم چقدر سختی شاید رفته باشه خود دیگه سختی و مشکلات های خود دارن از همین دیوارایی که ما در شبکات اجتماعی تصویر شدیدیم از همین دیوارات بالا رفتی یا زیر دیوار تیر شدی نه ما سمت ترکیه که رفتیم یک 23 روز در آب بودیم باز از راه تونل میگفت از تونلشان رفتیم کانال
کانال های کندگی است، دو تا کانال مثل 4 متر و 6 متر کانال است. سیم خاردار گرفته که از اونجا رد شدیم. وقتی که رد میشیدین هوا سرد بود گرم بود؟ دیره بگیم هوا خیلی سرد بود، چون اونجا میگوین همش... حتی بنابر سردی هوا در بر حتی افغانه حسی ما میگن موردن. بله بله، چون هم پولیس های اونجا هم که از خیلی بدرفتاری میکنه، پولیس های ترکیه باز بخاطر از اون هوا هم زیاد سرد است، کوچاق برام در قصه کسی نمی باشه، نانیسته این نیست دیگه، بخاطر از همون دیگه مشکلات های خود داره. متاسفانه که یکی از سخت‌ترین راه است که قاچاق هموطنان عزیز ما میرن. مطمئن است که این سختی ها را اینا هم دیدن. چقدر کار کردیم؟ یک سال که کار کردیم؟ یک سال کار کردیم، قاچاقی رو تمام کرده بودیم دیگه. تازه از غمش خلاص شده بودیم. تازه از غمش خلاص شده بودیم. گرفتار یک غم دیگه شدیم. آه دیگه یک مورند از زندانشون بودیم. خدا را شکر است که مقصد این وطن دوباره برگشتین. دوباره زنده برگشتین، سلامت برگشتین. چه پلان داری؟ باز هم از اون ور از زیر پل تونل تیر میشی یا نه؟ نه دیگه بس است دیگه، نمیریم. همینجا یک کاروبار برای خود ردیف میکنیم. دیگه اون طرف بس است دیگه، نمیریم. مسافری دیگه نه دیگه. مسافری دلگیر است و سخت است که میگه. سخت است. بله بله. ما ندیدیم نرفتیم، اما شما که قصه میکنید، ما که در شبکات اجتماعی دیدیم، واقعا دل ما خیلی درد میکنه. بله. شکر در افغانستان فعلا امنیت است، فقط زمینه کار فراهم شوه. من مطمئن هستم که این جوانایی که سرگردان شده در هرگز نام خارج نخواهند گرفت. با در همه جا کار خواهد کرد. قربان شما. همون طرف یا نه؟ بله بله. چرا؟ یک وقت شو... گزارشات ما را میدیدی یا نه افغان مایک؟ بله. در ترکیه که بودیم زیاد میدیدیم. اینجا کس با یک در اینترنت کار نمیکنه. خود شما میفهمید وضعیت افغانستان و وضعیت اینترنت ما که یک ذره قیمت است، هم یک ذره ضعیف است نه؟ نه مشکل قیمتیش هم خجور میاد، ولی کار نمیکنه به خاطر از دیده نمیشه. ولی در ترکیه که بودیم وای فای بود زیاد میدیدیم. ولی کجا میری؟ پلان کجاست؟ ما خواستیم بریم یک دروازه شریف یک زیارت بکنیم. ها دوست رفیق داری؟ ها اینه که از بیادر خان ماست. ها ها برو خیلی تنها نیست یه بیادر خان داری. زنده باشین، بخیر باشین، امرو خدمت باشم، تشکر، زنده باشین، سلامت باشین، بخیر باشین. یعنی رفتن به کشورهای خارجی از راه های غیر قانونی آنقدر آسان نیست بینیدای عزیز. بسیار سخت، بسیار سخت است. امیدوار هستم که تجربه نکنین. خداوند زمینه کار را فراهم بسازد در افغانستان که هیچ کس محتاج نشود. چی گفت نفهمیدم نشنیدم. بیاین قدیه از دوستم یک صحبت بکنیم. السلام علیکم. چون دارین؟ خوب هستین؟ بخیر صحتمند؟ خیر هستین؟ این طرح بیاین یک ذره این تو نامتان؟ نام صاحب دین است لالا. صاحب دین جان چی کار میکنم؟ محصل هستم لالا جان. واه واه، محصل کدام پانزه؟ پانزه علوم ویترنری. علوم ویترنری سال چندم یا سمستر چندم؟ سمستر سیوم از سال دوم میشه. سال دوم میشه. امتحاناتم بخیر به پایان رسید یا ماندن؟ امتحانا بخیر به پایان رسید. سمستر سیوم ولی جریان داره، ولی سمستر داخل یک در روز مانده میگه انلاین میشه و کلی محصول ها به خاطری که آنلاین میشه ما بسیار مشکلات های زیادی داریم. آنلاین خو یکی قیمت اینترنت، یکی ضعف اینترنت، فکر نکنم که این کار نتیجه بده. حالا یک نظر ما شد اینترنت خو به هر صورت ارزانی و قیمتش خیلی وی پی سی را که ما جدا اتاق میتم ما ولی پانتونی بلخ لیلیه نداره، ما مسافر هستیم از کندوز. از کندوز آمدیم، از ولسوالی امام صاحب. امام صاحب باز که ایجا آمدیم یکی خلای خیلی مصارف را که ایجا میکنیم با اینترنت مصرف میکنیم، با اینترنت صحیح کار نمیتن. بله. منطقه ای که ما زندگی میکنیم با اسلام بله که چرا به نظر شما ببخشین آنلاین میشه؟ چرا هم؟ اما تو که فعلا سلسله ادامه داره چرا برخم نمیخونید؟ آنلاین به این سیستم است که زمانی که جمهوریت سقوط کردم یک سال یک سمستر خراب شد با چیزی کرونا هم سیستمی درسی را خراب کردم. بله بله. اما یک سمستر را که یک سال جبران میکنم، ولی جبرانش برای ما بسیار مشکل تمام میشه. با این شیوه البته. آه با این شیوه با اینترنت و آنلاین باز منطقی که اکثریت بچه ها زندگی میکنن هیچ اینترنت کار نمیده. در ولسوالی ها هست اکثریتشان بسیار مشکل تمام می شود. راست میگم. امیدوار هستم که مسئولین پوهنتون بلخ در رابطه با این تصمیمشان تجدید نظر بکند. این مشکل است و شاید شاید نتیجه هم نده. نتیجه که به این صورت به نظر هیچ ما خو نمیتم و هیچ امکان نداره. اگر میخوان که مسئله را فریب بدن دیگه مونا را ما نمیتم، ولی در ما با این سیستم هست. اگر ما این سمیستر نمیفهمم یا نفهمم یا نخانم سمیستر آینده رو من نمیفهمم. اگر من این سمیستر بیوشیمی یعنی نمیفهمم استپ با استپ اساسا مرحله به مرحله. آه چون که اگر من این سمیستر بیوشیمی را نمیفهمم بیوشیمی دوره خوانده نمیتونم. بسیار مشکلات هست. بابا امیدوار هستم که مسئولین به مشکلات شما یک پاسخ
که شما را قناعت بدهند ارائه بکنند. انشالله زنده باشید، بخیر باشید، موفق باشید. بریندای عزیز، بله اینترنت متاسفانه در افغانستان خیلی ضعیف است. ای بچه ها بین اینجا، بچه ها بین بین، این بچه ها تازه فارغ شده، نمیفهم. بین بین این بچه ها فکر کنم تازه فارغ شده. بین بین بین. سلام 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 سلام. خوب هستی؟ بخیر هستی؟ فارغ شدین تازه فکر کنم؟ بله. از مکتب یا لیسه چی؟ از مکتب. از سنف چند؟ 12. سنف 12 فارغ شدین؟ بله. همه تان امضا زدین نه؟ بله. واه 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 واه. امضای ما مانده، برای قلم بده که برتان امضا بزنم. بینندای عزیز، تازه اینا فارغ شدن، ما یک امضا برشون میزنم که جای دار یا نه؟ اینجا. موفق باشه، موفق باشه. بیا جمشید جان، بیا. کجاست خال جای خالی کجاست؟ دلم دیگه. دلم اینه، میجه میزنم. موفق باشین، موفق موفق باشین. ما را که یک قلمه دیگه بچه ها پاس میدنی باشین. باش اینه بچه ما ماشاءالله اینه. بیا بیا اینه اینجا امضا کنیم. از کدام بر چه؟ از یوتیوب چنل افغان مایک. تا شب چک کنیم. شب چک کن دیگه، شب چک کن. بیا کی مانده دیگه؟ بیا خواه چیر خواه چیر یولو قوی بر دیگه. کی مانده؟ حیات الله اسحاق زای. عادی الله. حیات الله. حیات الله. من دکتر، من نمیدونم. آره من نمیدونم. پس من که؟ این اینجا بینیدای عزیز، یک افتخار بزرگ است. ما به همه شما تبریک میگویم. خداوند اینا را با آرزوهایشون برساند. کیت مل آمین. امید کیت مل بلا کتا. صحیح شد. امضا نکردم از شما را؟ از بارا بیا این طرف صاف، این طرف صاف. برو بخیر. دیگه کی مونده؟ تبریک باشه، تبریک باشه، تبریک باشه. بگر تبریک باشه، تبریک تبریک. ای نمیشه آتش هستنه. تبریک باشه. آخر یک دم برکاتی بلاده سکلیمه. تبریک باشه. بیا کی مونده؟ ما امضا کندم. عظیم سبز. ما قلمه بگی. این میگم میزنم یک دفعه. از کدام لیسه فارغ شدی؟ یک آبا جوزجان. جوزجان شبرغان؟ بله. یعنی شما از ولایت جوزجان آمدی؟ آه چکر. چکر آمدی؟ آه دیا. اینا تازه از مکتب فارغ شدن، برای همشان هم امضا زدیم. از جوزجان شهر زیبای شبرغان آمده، میخواهد که حتی اینجا تجلیل بکنه، فراغتشان را جشن بگیرن و شاید چکر هم بزنین. بله چکر. بخاطر چکر آمدین؟ بله. برای امتحان کنکور آمادگی تان بگیرین. خداوند به هر آرزویی که شما دارین با او آرزوی تا شما را برسانه. این یک کارت ها را بگیرین از یوتیوب چینل افغان مایک، گزارش هایتان را با سعی بکنین. خوش بس. یرکیت بخیر باشین، موفق باشین، موفق باشین. بینندای عزیز، با واقعیت یک افتخار بزرگ است برای اینا، برای اعضای فامیلشان، برای پادر و مادرشان. ما تبریک میگویم. امیدوار هستم که روزی برسه که از فانتون فارغ شوه و اینم تو سر خانقاه سفید و کلاه سفیدشان امضا بزنیم. میریم او طرف، بین با ما باشید، ما را دنبال بکنید. بینندای عزیز، قسمی که شما قبلا در تصویر دیدین که بچه ها خیلی خوش بودن، با وقت ما میخواستم برای یکش امضا بدم اما همه ایشان آمدن. خب باید این روز به خوشی تجلیل بکنن و ما هم در خوشیشان سهم گرفتیم. اینجا هم با یک تن از جوانای عزیز ما هستم، بین که اینا از کجا هستن. السلام علیکم. خوب هستین؟ بخیر هستین؟ خیر خیرت. نامتان؟ نام فواد است. فواد جان از کجا هستی؟ فواد جان از فیض آباد هستم. فیض آباد هستی؟ فیض آباد چی خوب خربزه هایی داشتی یک وقت.
امسال چطور بود اصلا؟ خوب است میشه دیگه. خب چکرت من آمدی یا کار داشتی؟ چکر آمدیم میریم طرف کابل فعلا. کابل بخیر. بله. و از ایرای خواک میری از ایرای شیبر میری؟ بله هر کدام شد دیگه. هر دیشم خطرناک است متاسفانه. از نگاه ساعت شاید 17 ساعت 18 ساعت طول بکشه. بله. هنوزم خیلی پلان نگرفتی که از کدام را بریم؟ نه همونجا بریم دیگه، با همونجا پلان ها را میگیریم کدامش میشه. یک دو شب دیگه گیر میکردی بخیر سالنگ افتتاح میشد باز میرفتی. بیا بخیر ان شاء الله میریم سالنگ بجندای عزیز برتون وعده میتون چند روز بعد بخیر افتتاح میشه. یک سهولت خیلی خوب میآید. چند دوست رفیق داری یا تناسی؟ هستی ما فعلا یک 4 نفر هستی. خب سفر خارج نداری بخیر؟ همون طرف خب ان شاء الله اگر شد دیگه خواست خداوند بود. خب رسمی یا غیر رسمی؟ خیلی رسمی دیگه. غیر رسمی پیشتر یک قصه کرد دیپورت شده بود. خب از گیم زده بود از ترکیه به یونان دیگه. قبل ازی رفتی یا نرفتی تا حالی؟ نه تا حالی نرفتیم، خواهیم برم میرم امتحان میکنیم. اولین بار است که امتحان میکنیم. کرمشای این بوتا نمیشه دورا. نه انشاءالله اونجا میریم کابل چیزا رو تایت میکنیم. تا اگه میگه تایت نکنی؟ نه میشه. رفتن در اونجا بسیار مشکل است. بله. خب اینجا محترم آمدن پیش ما استاد کرد. بیا 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 راحت باش. خیر است خیر است. اول خوب باید احتیاط بکنی. هیچ دلم نیست که شما برای جوان ها افغانستان ترک بکند، اما اگر میرین همی آمیانه بگیم جمچول تانا بگیرین. بله. آمدگی هم تام داری؟ آمدگی هم بیخی فکس برابر هم. بخیر سفر خوش برات آرزو میکنم. قربان تام. بخیر برای بچه ها چیزی که میبینن هم اگه شما را میبینم لحظه برای کلتان سلام تقدیم میکنم. امیدوارم که شما را از نزدیک از یک از کشورهای خارجی ببینم. انشالله انشالله دعای تام رو فراموش نکنید دیگه. آمین آمین. بخیر باشید. زنده باشید. بخیر باشید. شام اشاره کردن که ما بین پادشان بین در فصل سرمای زمستان رسما قرار گرفتیم. از 15 قوس شروع میشه تا 15 هوت. اینجا نزدیک به میمنه مارکت هستیم و همه دکاندارای عزیز ما وسایل برقی خصوصا برای گرم کردن خانه استفاده میفروشن. آجاق است، بخاری ترکی است و غیر وسایل دیگر که به خاطر گرم کردن خانه استفاده میشه. ما با یکی از دوستای ما که در فصل گرما هم آمده بودم پیششان اینجا ازش گزارش گرفته بودم و از تمام قیمت ها پرسیده بودم و حالا در فصل سرما قرار داریم. میریم به اینجا در فصل سرما سر میزنیم که چی دارن برای زمستان، برای گرم کردن خانه چیزی برای فروش دارن یا خیر. جمشو جان من شما خواهش میکنم که یک ذره پیش بین. سلام علیکم. سلام. خوب هستین؟ صحتمند؟ خیر خیرت. سلام علیکم. خوب هستین؟ بخیر. چشمای ما روشن که باز شما رو دوباره میبینم. چشمای ما خوب هستین؟ بخیر. ما در دو فصل از شما احوال میگیریم، یکی در فصل سرما یکی در فصل گرما. در فصل گرما از شما ما احوال گرفته بودیم. بله. حالا در فصل سرما آمدیم. شما خوب بفهمید که شهر ما شما شهر پکا و پوستین است. پکا رفت این ولی وقتی پوستین آمده. هموطنان عزیز ما دوست دارن که قیمت ها را بفهمند، چیزایی که در زمستان یک خانه ضرورت دارن به خاطر گرم کردن. چی دارین؟ چی آوردین؟ قیمت ها چطور است؟ دلار هم خیلی پایین آمده، امیدوارم که قیمت های شما هم خیلی پایین آمده باشد. در قدم اول خو یک سلام علیکی با بله بنندای افغان مایک داشته باشیم. علیکم سلام. سلام علیکم و رحمت الله. و علیکم سلام. ما خواه شما را میشناسیم، یک نام تانم باز تو بگیم. اسم ما محمد عالم نوری هستم. بله نوری سه. از یکی از دکاندارای رسته میمنه مارکت. میمنه مارکت بله. که به درزه وقت منشور هستم. بله منشور هستم. امیل از نوری سه پیشروی ما شما کاملا فکر کنم بخاری است. انواع بخاری هستم. از کجا شروع میکنین؟ بخاطر که همه
اعضای ما حتی کسایی که در خارج از افغانستان زندگی میکنن دوست دارن برای اعضای فامیلشان در مزار شریف چیزای گرمکن بخرن، اما دقیقا قیمتشان نمیفهمن. میخوایم که شما برشان تشریح بکنید. بخاری از همه چیز که هست انشالله ما در خدمت هستیم. زنده باشین. از کجا شروع میکنیم؟ بین در قدم اول از این بخاری ترکی شروع میکنیم. اینو اولین بار است که بینید از ما این رقم بخاری را میبینیم. شاید ریمودار دار یکی ساده مصرف ازی بسیار کم است. مصرف منظورتم برق؟ مصرف برقش بله. اینا در برق کار دارن؟ بله برقی است. مصرف ازی 1200 وات میباشه در ساعت. بله 1200. ما این یک بخاری عادی داریم 2000 وات است، ولی در برابر ازی که مصرفش کم از گرمی زیافتر است. کسی که یعنی اتاقای کلان دارن شش در چهار اتاق داشته باشن گرم میکنن. ما اگر مثلا بخرم شخصا خودم و تصمیمم دارم که بخرم به خاطر گرم کردن خانه، دلم از که زیاد از او بخرم. او خوب گرم میکنه، اما پیشتر گفتن موضوعی برق مصرف برق یک ذره ما را تکان داد. دوباره خو بس نکردیم ولی میتونیم بس کنیم. هر دوشون رو تشریح بکنید، تفاوتاشون رو بگین، قیمتشون رو بگین. اگر شما منظورتون از مصرف برقش باشه، این در ساعت 2 کیلووات برق مصرف میکنه. حرارتش باز خوب است. خوب است. من دیدم. اتاق گرم میکنه. اتاق گرم. مصرف نکنیم گرم نمیشه. مصرف نکنیم راحت نمیشه. بله 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 بله. و این چقدر گفتین؟ اینو چند کیلو؟ 12 ساعت گفتین؟ 12 ساعت وات است. او 2000 وات. این 2000 وات است. این ترکی گفتین؟ بله این ترکی است، این چینایی است. دیگه محصولات ایرانی داریم شکر الحمدلله. سر از اونها میایم. وطنی هم داریم بخاری های. سر از اونها میایم. این حال قیمتی از این چند است؟ قیمت او چند است؟ فروشات که مختلف است؟ بله ها. بله ها. همه میبینن ممتوه؟ ما در خدمت همه میبینن. باز بعضی ها انگشت اعتقاد نگیرن که در مقابل کامره قیمت گفت. قیمت گفت. باید دارم بهار آمدین؟ بله. یک کسی گذری ترمی گفت کلر چند نمتون ششونیم؟ چرا در کامره شش گفتی باز دمه ششونیم گفتی؟ خب گفتمون نر خوال هست باز تخفیف میدیم. بله. یارا ما چارنیم میگیم با جور آمد. ایش 5000 است با جور آمد. این ریمودار شسی سادش. اگر بود منظورتان از یا قیمتش باشه ای 800 افغانی است. اگر یک ذره قیمت میگفتین پیام پیش روی کامرا میگفتم که نوری صاحب سر ما قیمت حساب کرده. این باز 800 افغانی است. و این بخاری است. این هم ترکیه است دیگه بخاری. اونجا میایم. این چی است؟ این هم عین جنس است؟ این هم عین جنس است. او چند وات است؟ این هم 2000 وات است. بخاری پفکی در مجموع 2000 وات است. 2000 وات است. بله. یعنی اگر من میخوام بخرم شما کدامش برای من پیشنهاد میکنید؟ من هست یک کسی که کاملا کارتن با این بخاری است. من در خدمت هستم. این حال بعضی ها 2000 پفکی بگیره، بعضی ها 2000 ساده بگیره. باز اگر شما شخصا نگیره مثلا من خانه بخاری هم دارم. در خانه اگر بخاری داری یک بخاری ساده بر شما پیشنهاد میکنم بخاری کم مصرف تر باشه. آه کم مصرف باشه. حال نظر به شرایطی که ما شما داره نظر به برق. بله نظر به شرایط باید پیش بریم. مصرف برق خیلی زیاد میشه. این حال ما شما در ساعت در یک ساعت 2 کیلووات ساعت 10 روپیه بگیرید، 24 ساعت که چالان بونید 240 افغانی ضرب یک مو کنید خیلی میشه زود واید و قدر نیست. اینا بس اینجا محاسبه کار است با واقع. باز ای یک خانه کلان هم من دیدم میره قوما خریده بودن گرم میکرد. نوری صاحب ای به اندازه ازو گرم کرده میتاند؟ سه برابر زی گرمی داره. قیمتش که بالاست با مخاطر با مخاطر. بله چاره نیم گفتین باشه. بعضی دوستا ایسی مصرف کردن. بله من مصرف کردم. یکی ایسی ساده داریم یکی این ورتر. علی بخاری این ورتر است. ورتر است. کم مصرف. فروشات از جنس تا چطور بود؟ خوب است. ما ایره خودمو از ترکیه وارد میکنیم. دو سال است خودمو میاره. فروشاتش الحمدلله خوب است. مشتری هم راضی است. این به خاطر که مصرفش کم است دوستا زیادتر میبره. بله بله. امیدوار هستم که ما هم نوعیتش براتون نشون میتون بیننده های عزیز هم قیمتش خودتون بین باز با نوری صاحب جور بین. بیا نوری صاحب طرف بیاین. این بخاری ها را این شاید نسبت به این ارزان تر باشه به نظر. بله دینی بخاری است غیر زیافتر دوستا مصرف میکنن به نام البرز است. از این مدل وطنی هم است، ایرانی هم است، پاکستانی هم است. این البرز است، وطنی است. وطنی است. آل زیافتر به می مصرفی که داریم وطنی است الحمدلله. شکر است. یک افتخار است با واقعیت. هم
کیفیتش خوب است هم از ایرانی که در چند افغانی است؟ این 1300 افغانی ما میفروشیم 1300 افغانی بله خب صحیح پایینش کی است؟ این رو یک قیمت بکنیم؟ این رو باید بیرون بگیرم آه ما باید دمه همه چیز قیمت هایشان یک دفعه دیگه که آمدیم بعضی چیزها را قیمت هایشان را نپرسیده بودم خیلی انتقاد کردن بله دوستا انتقاد کردن گفت چرا قیمتش را پرسان نمیکنی؟ اینی بخاری چهار لر پیشوری خود داره باز بالای سر خودم دو تالر داره آه دو تالر بله بله باز دوستا میتونن که بخاطر اگم گرم کردن نان سرد بخاطر وضو کردن یکم اینجا یک چیز دارم بله یکم غذار هم گرم کنم بله. یا نان سرد هم گرم کنم بله 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 منتاز استفاده هم میشه خب این چند است؟ این 3800 افغانی میشه 3800 بله. از این یک میل خوردش داریم که اونو مدل است او چند است؟ او باز 3200 افغانی میشه 3200 درست است این هم توجه ما را جلب کردن توجه شما را جلب کرد اکثریت چیزای شما و وسایل برقی شما توجه ما را جلب میکنن دوباره از ما تشریف برشون بله ها بین بینیندای عزیز ما به خاطر شما نوری صاحب سرگردان میسازم که از همه قیمت ها شما آگاهی داشته باشین خب ای ما از شما یک تشکری خاص میکنم قسم پرسان میکنیم که دوستای بینیندایی که هستن سوال برشان خلق نشه بله این میگویش اگر نمونه بله 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 این گازی هسته این ما شما سابق بخاری اوکراین ژاپن استفاده کردن دوستان با نام شاشنایی داره بله بله من قسمی جدیدیش هسته اینی جالیش ورداشته میشه سر زمه تانند تخم پخته کنند چای بانند از حساب آشپزی هم استفاده کنند میشه یعنی هم خانه مصرفشان ندار نمیره هم خانه را گرم میکنه خانه را گرم میکنه فوق‌العاده باز خوبی که داره چیزی که برزی کار شده سنگ است دودوبوی نداره کاملا میسوزانه اینی داخل بله قیمتش چند گفتی میره؟ قیمت از این 2300 افغانی با جرام با جرام بله نوری صاحب مثل موتر فروشی آج استخاک من کابل رفت آمدم این ای قپاین نوری صاحب باست نمیگه که این ای قپاین $1,000 چون این مال $1,000 نیستن اما همین که گفت با جرامت به این معناست که تخفیف دارن بله سخا صاحب بعضی ویدوهایش که دیدم و بعضی موترهاشانه که به لیلان میمونن ریت بالا رو میگیره آخرین ریت استاد میکنه بله آه چل شد من رفته بودم پیش سخواست آدم نیکی هست بله خداوند اونها را داشته باشن درست است نوری صاحب میریم او طرف اینی بخاری ترکی هست فکر کنم میرم تو پیش بین داخل دارم داخل دارم خب درست جمشه جان خواهی پیش بین نوری صاحب خواهی اینی را طرف بین سلام بینیدای عزیز فکر کنم که این تازه آمده این فکر کنم تازه آمده نوری صاحب نه من سابق است ها؟ این بخاری یک باشه است یعنی داش هم داره؟ بله کسایی که استفاده کردن آشنایی داره بله این بسیار مصرف کم داره حرارت خوب قوی داره این ترکیه است؟ بله دو دانه سر داره این یک بله شما تشریف کنید بله بله زیر از یک دانه زیر سطلی داره میمونن داخلش چوب سنگ زغال میچینه بیرون جور میکنن داخل میارن مایی سوخت بازن در میکنن یک سطل ازی 12 ساعت کافیست 12 ساعت؟ بله ها 4-5 ساعت خودش میسوزد 4-5 ساعت دیگه هم آتش و گرمی ازی میمونن در ضمن ازی که اونمو یک سر سنگ زغال مصرف میکنن با یک سر سنگ زغال میتونن 4-5 تا نان هم پخته کنن هم پخته بکند باز 5 شنون پخته میکنم میتونم بالای سر ازی 3 چای بر آب گرم کنم 3 چای بر آب گرم بکند باز قیمت ازی مطمئن استم با او ترکیه بخاری دیگه که در اونجا پیش روی داریم اونجا اون ساده شاید تفاوت باشه ساده باز کمپانی و مختلف از قیمت ها ثابت نیست حالا وطنیش هم هست ترکیه هم هست ترکیه نازک هم داره دبل هم داره بله. ما از 8000 افغانی ساده تا 12000 افغانی به بازار داریم بله بله از اینی بخاری از 12000 افغانی تا 17000 افغانی به بازار داریم امی فعلا اینی می خودش چند است؟ خود امی 13000 افغانی است 13000 افغانی با جرامت جرامت داره؟ این نداره این نداره حتما کدام دلیلی دارد که ندارد
چون بعضشان که جرامت داشتن خود نوری صاحب گفتن تشکر نوری صاحب. بعض جنسای ما با معذرت، بعض جنسای ما که فروشات زیاد است با مشتری ها قیمتش معلوم است. اگر ما بلند بگو میگه ما 13 خریدیم. بله باز این چیز ما اینجا داریم کمپانیش فرق میکنه؟ فرق میکنه بازو 1000 افغان نیست که ارزان میاد. 1000 افغان باز یک مدل دیگه میشه داد میرم باید تشریح بتار. بله یعنی فعلا شما 3-4 نوه دارید؟ بله اینی مدلی است که دهی چوب میشه کسایی که باغدار هستن بله از یافتر استفاده میکنن چوب دیقانی دارن بله ضرورت به این است که سرده بیرو ببرن جور کنن سنگ زغال هم میشه بله اینی جایی است که چوب آتش میکنن این به نام کوردار است به بازار فروش میشه به نام سطلدار اینی هم باز مثل همون داشت داره داشت داره بله و بازی حتما قیمت رو نسبت به او شاید متفاوت باشه قیمت از این 18000 با جور آمدش هست بله این با جور آمدش بود بنیندای عزیز و دفعه قبلم که ما آمدیم پشت سر شما تلویزیون های خوب کلان است ما قیمت های تلویزیون ها را پرسان نکرده بودم تلویزیون چو در هر فصل مردم استفاده میکند تلویزیون فصل سیزن زمستان زیافتر است چون شبا دراز از شب نشینی است بله این حال از امو بالا چند اینچ است میرم نوری صاحب بری بیندای از ما تشریح بکنین که اگر امکان توانه خریدن تلویزیون داشته باشن بین پیش نوری صاحب بین تلویزیون هم دارن بالا چند اینچ است؟ تلویزیون ما به غرضی که سمپل اینجا داریم تا 90 اینجا داخل کارتن هم داریم 90 اینچ؟ بله 90 اینچ موجود داریم موجود داریم از 19 اینچ تا 90 اینچ او بالا چند اینچ است؟ 65 است؟ 65 اینچ کارتن است 60 اینچ خودش میاد 60 اینچ خودش میاد بله او سامسونگ است سونی است چی است؟ کمپانی سونی است اما سونی است؟ بله 65 65 یا 60 همون 65 اینچ 65 اینچ قیمتش چند است؟ قیمت از او دلاریش بگویم چون دلار دلار می جافتر می تلویزیون کس بود دلار نرخ میشه به خاطر از اگر ما قیمتش بگویم در دلار پایان صبح شاید بره دلار بالا بله بازمو قیمت دافیزه دوستان میمونه که میره به ما مبلغ گفته بود بله باز از دلار محاسبه میکنیم 380 دلار 380 دلار رو بله بعد از او کدام میشه از او بعد از او 60 اینج میه که اینجا با سمپل نداریم داخل کارتن داریم اون 55 اینج میه 42 ای چند است میلازه که دستم همین 43 پر است 43 است ای چند است قیمت ازی؟ ای دو 180 میه 180 دلار؟ بله ارزان شده بخاطر که من خود صفتی نشه و در خانه ازم 42 اینجا داریم 42 اینجا داریم باز 140 اینجا است 43 کارتن است خود تلویزیون 40 اینجا است 150 دلار است 150 دلار اما تو پیشتری کامرا میگین یا با وقت هم تو ارزان شده نه ارزان شده دوستایی که میخرن فروشگاه ما رو انتخاب کنن قیمت ها خیلی پایین شده مطمئن هستم که نوری صاحب پیشتریش خود نمیگم که نشه ولی بگه که واقعا یک شخص خوش برخورد خوش اخلاق است با هر چیزی را که بخرین همراهتان جور میه شما را نمیمنه که از اینجا دست خالی برین تشکر نوری صاحب که بازم برای ما چند لحظه فرصت دادین تا از وسایلی که در فصل سرما و زمستان مورد استفاده قرار میشه اونا را قیمت گذاری بکنیم تا همه بینیدهای عزیز ما دقیقا آگاهی پیدا بکند و بعد به شما مراجعه بکنند انشاءالله دوستایی که مراجعه میکنند فروشگاه مصاویر کریمی بله در زبر پیش میمنا مارکت در خدمت هست در خدمت هست تشکر وقت مشتری شما را نمیگرم سپاس نور صاحب خوش آمدید بخیر باشین سلامت باشین تشکر جور آرام باشین زنده باشین از دوستان میخوایم از بینندگا از دعای خیرشان ما را فراموش نکنید آمین خصوصا کسایی که در خارج هستن بله دعای از او یکم دوست رفیق خارج داری یکم هست مطمئن باش که میبینه شما سلامت سلام هر دوی برشون تقدیم میکنیم احترامات بخیر باشد بینیدای عزیز امیدوار هستم که شما از تمام قیمت های اجناس که در فصل سرما و زمستان مورد استفاده قرار میگیرن خبر حاصل کرده باشین خصوصا از این بخاری های نو که 1200 وات برق مصرف میکنه و این 2000 ما دوست داشتم که از ای بگرم و هنوزم سر گپ مثال هستم شاید از نوری سه بینی میره بخیر بگیرم باز ما 4 ساعت و 5 ساعت نمیمونیم شاید 1 ساعت از استفاده بکنیم همینجا باشین میریم او طرف با ببینیم که با کی صحبت میکنیم
دوستای عزیز در اینجا تصویر گرفتن برای ما یک ذره مشکل است با وقت چون اکثریت کسایی که اینجا عبور و مرور میکنند خانم ها هم هستند بعضی از امارتان ها ما منتقاد کرده بودند که چه خانم گفتن گپ میزنه خب چطور کنیم ما در یک جامعه زندگی میکنیم که باید این موضوع را جدی مد نظر بگیریم از این خاطر باید یک ذره احتیاط بکنیم در هنگام گرفتن تصویر من مطمئن هستم که شما از خدمات اجناس که به خاطر گرم کردن خانه ها استفاده می شود خبر شدین همه قیمت های مناسب در اکثریت دکان هایی که نزدیک میمنه مارکت هستن یا دکان های میمنه مارکت هستن عینی قیمت ها هستن اونقدر تفاوت زیاد ندارند این هم بود که گزارش ما از اجناس حالا میریم به قسمت دیگر چاده برخی قبل از خداحافظی با یکی از هموطنان از ما سر خوردیم مشتاق بود که اینا هم با ما حرف بزنن ما هم هیچ کس را دلشان نمیرن جانیم امروشان صحبت میکنیم سلام علیکم سلام ایترامات برادر خوب هستین بخیر صحتمند شکر بخیر باشین شما زنده باشین نامتان اسم من موین دلسوز است ایریا سیل منجر کمپانی جنس فارمر در افغانستان است واو واو دلسوز از کجا است؟ از مزار شریف هستیم مزار شریف هستیم بله تحصیلاتتان چه خواهد؟ تحصیلات ما در بخش بی 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 تجارت دیپلم دارم در داخل افغانستان؟ بله از مولانا از ابن سینا از بخش کمپیوترسان 14 پاس هستم و سند آی سی دل انترنشنال کمپیوتر درایوینگ لیسنس هم دارم ماشاءالله در بخش میدیکل کار میکنم خودم مارکتینگ خب میدیکل مارکتینگ آه بله ما میگم یک شیر داریم میگم در کلبه ما رونق اگر نیست صفاست در آنجا که صفاست در آن نور خداست این شعر پدرم خدا بیامرز سروده بود حال شعر میبینی در قبیله که هست خوب و خراب خدا داره بعض مردم ها سی گوانه چه رقم رانندگی میکنن بعض ریال سی گوانه یک رنگ دیگر رانندگی میکنن یکی هست بوتل ها در روی زمین مندازن دیگه مندازن یه رقم چیز هست طرز فکر مردم این رقم هست این بوتل هستم خلاصش میگردم در یک بوتل دانی تا که دست خود میگردانم من یک آدم تحصیل کرده هستم در یک بوتل دانی مندازم مگم سعی که تو شعر چی حال هست اینجا خواهی یک ذره پاک از طرف منده ای بری چی حال هست شعر رفته جای پای ماندن نیست این مشکلات نظافت جز ایمان است آه نظافت جز ایمان این مشکلات هست باید دولت دهی رسیدگی کنه تنها دولت یا مردم هم؟ مردم هم مردم هم اصل رول اساسی را مردم دارده اینجا دولت خوش میشه که شهرش پاک باشه مردم هم باید در اینجا سهم بگیره امید که جور سعدمند باشین خوب شدیم اسم شما چی هست برادر عزیز؟ اسم من حیات الله ایساق خبرنگار یوتیوب چینل افغان مایک است بسیار خوب خوش شدیم تشکر برای ما چه دم رو خدمت نیست خدام شیر دیگم داریم خدام شیر دیگم داریم نه خیر نه نیست همین لحظه؟ نه خیر تشکر زنده باشین بخیر باشین زنده باشین این تو جوانه کاکر سر بخوریم خوش آدم میاد Thank you.
عزیز، قسمی که ما در اکثریت گزارشات خود گفتیم که مایک ما، کامری ما در خدمت همشهریان خود ما است، یعنی هر کسی که باشه ما همراهشون صحبت میکنم. اینجا هم با یک تن از عزیزای ما خواهش کردن، ما هم به هر هموطنم به خواهشش حتما لبیک گفته ام و لبیک هم میگویم. بیاین که امروز فکر کنم که موترسکی را تازه خریده، یکان شیرینی از موترسکی لست پیشش میگیرم. السلام علیکم، سنگه جور بخیر، سیتمن خیر و خیرت. نم دیم اسمت الله ریحان. ریحان صاحب، سنگه ده یخ یواز را و ده موترسکیل ده یخ آواز ولا شکر دیسی و سر گزاره کن نمی دیر موسم کردیم ما پیشنی و ریحان صاحب فکر کنم مشکل تازه خیسی و دا تازه مو هغه سره پر کور کې پکاري کړی کړی سره وزم سی خار ته تازه आवाज سره خې تازه نفس سره خدمت تسکر باندې سی لګ لګ دوره کې خدا څو دی رانی وای 500 500 شیرنی کوم ده ستا بلادی وخت شي غواړي ریحان صاحب خامخا شیرنی به در ساخ نه فکر کوم دیر امر مزار کې نه وی لکه چې وظیفه مو تبدل شوې کڅه و وظیفه مو تبدل شوې کابل کې کابل تللې اس دار ته وا چې کابل کې شره تا ک دلته راحت وي نو دلته نو خپل قمان سره دلته راحت راحت وو کوم کوشش کوم چې ځای کوم چې ملت خدمت وکړه راحت راحتي مو چې په یو واقع سره نه تفاصه بل یعنی د افغانستان په هر ځای کې چې مسؤلین و غواړي امر وکړي تاسې تطبیقوي حاضر است خپل وظیفه اجرا کړي و و اتمنه څو میاشتې کېږي چې تللی هغه پته یو څلور میاشتې کېږي څو ورځې کېږي چې د خیره دلې یو درېیم دا مې درېیمه ورځ ده نن شپه به شاید حرکت وکړم بېرته کابل خو کابل ته ځې له خیره و د خیره زمینی ځې و پر خواک ځې که پر شي سالنګ باندې ځو چې زه هغه ته ملګری دی او خانم په سالنګ راغلو مونږ پرېږدي دا نور ته اجازه نشته نور ام انشاءالله دوی ورځې بعد پرېږدي و د یک شنبه په ورځ خوشي کېږي انشاءالله یا یک شنبه یا دو شنبه ویلی دی له خیره خامخا موږ به مرزوله ته گزارش به اخلو او د ریحان صاحب څخه د مشکل شیرینی هیوادوالو د اوسي نه اخلم خالي لاسې نه پرېږدم ډېره مننه جوړ اوسې په عزت اوسې جوړ اوسې خیر اوسې په عزت اوسې په عزت اوسې امروز ما از خیابان مولانا جلال الدین محمد بلخی با هموطنان عزیز ما حرف زدیم از قیمت اجناس یا وسایل به خاطر گرم کردن خانه ها هم پرسیدیم از نوری صاحب همه قیمت ها را شما خودتان شنیدین و دیدین امروز باز هم جاده های مزار شریف بوی جاده های کابل را به خود گرفته یعنی بیروبار و ازدحام خیلی زیاد است مترب آنقدر سرعت آهسته میکنند تا خدا نخواسته تصادف نکند اما هر دو طرف از بیروبار ما گفتم شاید یک طرف باشه حالا متوجه شدم این طرف هم بیروبار است و این طرف همه خودتان در تصویر میبینید یگان هموطن عزیز ما خیلی هم تو چیلک میندازد گپایی میگه که برای ما هضم کردنش گاه اوقات بسیار سنگینی تمام میکنم خب مجبور هستیم بعضی چیزها را باید ما خرد بکنیم در این شهر در این جایی که در این محل که ما زندگی میکنیم باید بعضی چیزها را نادیده بگیریم در بعضی موضوعات گوشهای خود را باید کر بندازیم و گوییم که ما هیچ چیزی را نشنیدیم این بود گزارش ما از خیابان مولانا جلال الدین محمد بلخی تا گزارش بعدی که باز هم ما در خدمت شما قرار میگیرم مرا خنده میگیره به خاطر که کسایی که داخل موتر هستن خنده میکنن یکان عکس العمل نشان میده مجبور است من خنده بکنم مجبور خداحافظی بکنم اگر نه خنده ها بیش از حد میشد میریم باز هم فردا حتما در خدمت شما قرار میگیرم خداوند حافظتان